شکایت بارسا از الموندو، بهترین گل فصل توسط صلاح، گلی که سوارز در بارسا نمیتوانست بزند. تحقیر ریال برابر بارسا. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. باشگاه بارسا اعلام کرد از روزنامه الموندو به خاطر انتشار جزئیات قرارداد مهاجم آرژانتینی شکایت میکند. محمد صلاح ضربه نهایی و ویران کننده را در ضد حمله سری لیورپول در پیروزی روز یکشنبه این تیم در مقابل وستهام به ثمر رساند. سوپر گل سوارز به کادیس که در بارسا نمیتوانست بزند. تیم زنان بارسلونا در دیدار جذاب تیم زنان ریال مادرید را شکست داد و بار دیگر قدرت خود را بر روی حریفان کشید. به نقل از آیست، باشگاه بارسا به 12 ساعت تاخیر نسبت به انتشار جزئیات قرارداد میسی توسط روزنامه الموندو واکنش نشان داد، اما به شکل قاطعی این کار را انجام داد. تیم کاتالانی در یک بیانیه اعلام کرد: باعث تاسف است که این اسناد خصوصی برای عموم منتشر می شود، چون یک موضوع شخصی بین طرفین بود. از طرف بارسا هیچ گونه مسئولیت در قبال این مطلب منتشر شده ندارد و به صورت قانونی علیه روزنامه الموندو اقدام خواهد کرد. باشگاه همچنین حمایت کاملش را از میسی اعلام کرد و اجازه نخواهد داد هیچ کس چهره کاپیتان را خراب کند. همچنین ستاره آرژانتینی این قضیه را با وکلای خود سپرده است و کنون در حال بررسی موضوع هستند و در صورت که لازم باشد علیه مسئولان این رسانه و کسانی که در ماجرا دست داشتند شکایت خواهد کرد. مشخص شد که میسی سالانه رقم حدود 555 میلیون یورو از بارسا دریافت میکند و این عدد بسیار هنگفت است. فوق ستاره آرژانتینی از سال 2017 به بعد در حال دریافت این درآمد است. در واقع اگر آن را ساعت و دقیقه و ثانیه تقسیم کنیم متوجه میشویم که ستاره آرژانتینی چه رقم بالایی دریافت میکند. در حقیقت میسی با این قراردادی که دارد در هر ثانیه حدود 4 یورو دریافت میکند. او در هر ساعت 15875 یورو و در هر دقیقه رقم 265 یورو دریافت میکند که باز هم اعداد زیاد نسبت به زمان آن به نظر میرسند. در هر صورت طبق اطلاعی رسمی باشگاه بارسا، این باشگاه قصد دارد که از عامل منتشر کننده قرارداد میسی شکایت کند، کاری که در اصل قضیه تفاوت ایجاد نخواهد کرد. تیم وکلای میسی قصد دارند از هر کسی که این رقم را فاش کرده شکایت کنند که 5 نفر از اعضای هیئت مدیره دوران ریاست بارتومئو که از جزئیات محرمانه قرارداد اطلاع داشتند و روزنامه الموندو شامل میشود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرارداد میسی و دستمزد هنگفته که از باشگاه دریافت میکند را عامل مشکلات اقتصادی باشگاه میدانند. میسی پس از یک روز پرآشکار که در آن مفاد قراردادش با بارسا ریز بریز افشا شد، دیشب برابر بیلبائو قرار گرفت. پیش بینی میشد که میسی با انگیزه تر از همیشه باشد و برای پاسخ به کسانی که او را باعث نزدیک بودن بارسا با ورشکستگی بانکی میدانند، اشتیاق خاصی داشته باشد. همین طور هم بود و او توانست دقیقه 20 دروازه بیلبائو را باز کند تا بارسا نیمه اول را برنده به رختکن برود. این گل شماره 12 میسی در لالیگا بود تا با فاصله 2 گل از لوئیس سوارز قرار بگیرد. با این ترتیب میسی دیشب گل شماره 650 خود با پیراهن بارسا را به ثمر رساند. او 755 بازی برای بارسا انجام داده است که 456 تایش در لالیگا بوده است. 118 بازی در لیگ قهرمانان، 54 بازی در کوپا دل ری، 14 بازی در سوپرکاپ اسپانیا، 3 بازی در سوپرکاپ اروپا و 5 بازی در جام جهانی باشگاه ها. این گل شماره 27 میسی در 40 بازی برابر بیلبائو بود و باسکی ها پنجمین تیم هستند که از میسی بیشترین گل را دریافت کردند. گلی که میسی برابر بیلبائو از روی ضربه کاشته زد 54مین گل کاشته خود را به ثمر رساند. 48 کاشته با پیراهن بارسا و 6 کاشته با پیراهن تیم ملی آرژانتین. از هر 70 تلاش میسی یک کاشته به گل تبدیل شده است. از 4 کاشته اخیر میسی هم 2 تا به گل تبدیل شده است. ضربه او در حال وارد دروازه شد که دروازه‌بان بیلبائو تنها نظارگر ورود توپ بود و ایرای آلوارس مدافع بیلبائو هر چه تلاش کرد نتوانست روی خط با ضربه سر توپ را راهی کرنر کند. در 25 سال اخیر میسی 37 بار در لالیگا از روی ضربات کاشته گلزنی کرده است و بالاتر از رونالدو با 19، روبرتو کارلوس و رونالدینیو با 16 و 15 گل قرار دارد. محمد صلاح در ورزشگاه لندن گل دوم تیمش را روی یک ضد حمله تماشایی به ثمر رساند. روی دفاع از یک ضربه کارنر ترنت الکساندر آرنولد صاحب توپ شد و توپ را در اختیار شقیری قرار داد. هافبک سوئیسی خیلی سریع صلاح را دید و مهاجم مصری نیز پس از 2 ضربه عالی دروازه را باز کرد. صلاح در ابتدا با پای راست توپ را استاپ کرد و در نهایت با پای چپ با یک ضربه عالی دروازه فابیانسکی را باز کرد و بدین ترتیب لیورپول در مقابل وستهام به پیروزی ارزشمند دست پیدا کرد. گری نویل مفسر اسکای اسپورت در تمجید صلاح گفت او ضربه بسیار ویژه را به توپ زده است. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته است که این گل میتواند زیباترین گل فصل باشد و یکی از هواداران تاتنهام نوشته است: ما چه گناهی کرده‌ایم که باید این گونه مقابلمان گل بزنند؟ واسی اومی نوشته است: خط حمله بی‌نظیر که سطح بدنی بی‌نظیرشان را نشان داد. لیورپول با پیروزی مقابل وستهام به رتبه سوم جدول صعود کرد که فقط یک امتیاز با منچستر یونایتد و 4 امتیاز تا منچستر سیتی فاصله دارد. بعد از این رش، محمد صلاح به اولین بازیکن لیورپول تبدیل شد که در 4 فصل متوالی بیش از 20 بار برای این تیم موفق به گلزنی می‌شود و او در مورد این دیدار صحبت کرده است. محمد صلاح گفت: در این دیدار به خصوص در نیمه دوم نمایش خوب ارائه دادیم. با بازی کردن مقابل وستهام علاقه داریم، زیرا معمولا موفق به باز کردن دروازه این تیم می‌شوم. در صحنه گل دوم نباید از پاس فوق‌العاده جردن شقیری نیز گذشت، اما توپ نیز خیلی خوب روی پایم قرار گرفت و توانستم دروازه وستهام را باز کنم. شانس تکرار عنوان قهرمانی. منچستر سیتی نیز در بازی‌های اوایل فصل دچار افت شده بود و در آن مقطع امتیازات هم از دست داد. این مسئله برای ما نیز تکرار شد و هم چند هفته مشکل داشتیم.
تنها راه قهرمانی همین پیروزی در بازی‌های پیشرو است و ما نیز می‌خواهیم به این هدف دست یابیم. تکنولوژی بازبینی صحنه. من علاقه به سیستم وار ندارم و معتقدم این تکنولوژی باعث از بین رفتن فوتبال می‌شود. البته من نمی‌خواهم گله و شکایت داشته باشم زیرا می‌دانم جریمه می‌شوم، اما به هر حال من علاقه به وار ندارم. در این هفته از رقابت‌های لالیگا در بازی میان اتلتیکو مادرید و کادیز لوئیس سوارز موفق شد گل اول تیمش را با زیبایی هرچی تمام‌تر وارد دروازه کادیز کند. این گل در دقیقه 28 بازی به ثمر رسید و سوارز باز هم در این هفته از رقابت‌های لالیگا خودنمایی کرد. لوئیس سوارز در تابستان گذشته توسط رونالد کومان از بارسا کنار گذاشته شد و مجبور شد راهی اتلتیکو مادرید شود. او حالا در جمع روخی بلانکو عملکرد خوبی دارد و با گلزنی‌های خود کمک زیاد به صدرنشینی اتلتیکو مادرید در لالیگا کرده است. او در این هفته هم از روی ضربه ایستگاهی از پشت محوطه جریمه گل زیبایی به ثمر رساند. در واقع سوارز این گل زیبا را از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رساند. او در بارسا این فرصت را نداشت که روی ضربات کاشه خودی نشان دهد، چرا که آنجا میسی تمام کاشه ها را میزند و سوارز خیلی کم و به ندرت فرصت گیرش میآمد و نمیتوانست از این ضربه ها بهره ببرد. اما حالا در اتلتیکو مادرید کاشه های این تیم هم در اختیار مهاجم اوروگوئی قرار میگیرد و مانند دوران حضورش در لیورپول میتواند روی این توپ ها هم خودی نشان داده و گلزنی کند. تیم زنان بارسا در کمپ خوان کامپر میزبان تیم زنان ریال مادرید بود و آبیاناری پوشان موفق شدند سفید پوشان را با نتیجه سنگین 4-1 شکست دهند. در این دیدار برای بارسا آلکسیو در دقیقه 14، هرموسو 23 و اوشالا دوبار در دقایق 37 و 70 گلزنی کردند و تا گل ریال مادرید را نیز اولگار از روی نقطه پنالتی در دقیقه 81 به ثمر رساند. این دیدار جذاب دو اخراجی نیز داشت و میسا رودریگز دروازه‌بان ریال مادرید در دقیقه 72 و ماریا پیلار لیون از بارسا در دقیقه 80 با دریافت کارت سرخ اخراج شد. با این پیروزی بارسلونا با 39 امتیاز همچنان در صدر جدول ماند و ریال مادرید نیز با 34 امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت. بازیکنان لوریان پس از پیروزی برابر پاریس سن ژرمن در مقابل چشمان نیمار و یارانش به سبک ایرلینگ هالاند مهاجم نروژی دورتموند شادی کردند تا سنگینی شکست بیشتر از قبل بر پاریسی ها تحمیل شود. فصل قبل پاریس سن ژرمن در دیدار مرحله رفت 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با دبل هالاند مقابل دورتموند شکست خورد. در جریان آن پیروزی هالاند شادی پس از گل خود را به نمایش گذاشت. شادی پس از گلی که در جریان بازی برگشت با پاسخ کوبنده بازیکنان پی اس جی روبرو شد. در دیدار برگشت پاریس سن ژرمن با گل‌های نیمار و برانات برابر دورتموند به برتری دست یافت و جواز حضور در درب بعدی رقابت‌ها را به دست آورد. در آن دیدار ابتدا این نیمار بود که بعد از زدن گل اول شادی هالاند را انجام داد و او را مسخره کرد. این رفتار بازیکنان پی اس جی دامدار بود و بعد از پایان بازی آنها به صورت گروهی همچنین شادی را انجام دادند تا دوباره پدیده نروژی فوتبال جهان را مسخره کنند. در این شادی علاوه بر نیمار بازیکنان مانند ایکاردی، تییاگو سیلوا و امباپه هم حضور داشتند. از این موضوع مدت ها میگذرد و مطمئنا هالاند به دنبال موقعیت است که تا حساب خودش را با ستاره پاریس سن ژرمن پاک کند، اما در کمال تعجب و قبل از این که ستاره دورتموند دست به کار شود، بازیکنان لوریان دست به کار شدند و انتقام ستاره نروژی را گرفتند. این خوشحالی در حمایت از ایرلینگ هالاند صورت گرفت و به نیمار و رفقا درس بزرگ به همراه داشت تا آنها دیگر هیچ بازیکن را تحقیر نکنند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.